ما در گورستان بودیم. آن شب که در گورستان بودیم با یک حادثه تازه‌ای روبرو شدیم. ساعت دقیقا یادم 2:30 شب بود. ناگهان ما دیدیم گورستان روشن شد. چند تا از این چراغا به دست که آقایی که اونجا هستش به استاب مال مسئول گورستان دیدیم ایشان جلوه و چند تا جنازه رو، جنازه که میگم جنازه سالمه، بدونی که این جنازه ها کمبود داشت. چون معمولا وقتی که در یک جا روشنایی باشه و در یک جا تاریکی، روشنایی دیده میشه ولی تاریکی دیده نمیشه. ما دیدیم 3 جنازه آوردن و بدونی که اینا رو شسته باشن یا چیزی، یا اینکه در همون ما کنترل هم میکردیم اطراف گورستان که ببینیم چیه، این آقایان رو، این 3 رو خاک کردن یک کمی این ورتر از قبر شهدای فاجعه غم‌انگیز. اینو شما سرانجام ارتباط میدیدین مسئله این 3 رو؟ یا ببینید من معذرت میخوام، ناچار هستم که کلام شما رو قطع کنم. الان اون چی که شما تا اینجا بیان کردید شرح واقعه بوده، بله. اما مهم اینه که شما خودتون تا اینجا بگید که اون چی که از شهادت شما مستفاد میشه اون چی هست. ببینید الان ممکنه که فکر میکنم بفرمایید، ممکنه یکی از برادران بیاد اینجا و جریان بعد از آتش سوزی رو که شب 3 کجا گرفتن، شب 7 در گورستان چه گذشت، اینها به جای خودش قابل ثبت و ضبط در تاریخ. من فکر ولی میکنم. در دادگاه شما ارتباط بدید فرمایشاتون رو با اون چی که دادگاه میخواد کشف کنه. دادگاه هدفش کشف عاملین این فاجعه است و کسانی که مستقیم و غیر مستقیم در این جریان دست داشتن، از جمله شما ساواک رو نام بردید. همینجا من از شما میخوام که آخه تا اینجا بگید که ساواک مثلا اینکه شما به عنوان اینکه یکی از کسانی که اطلاع دارید ساواک در این جریان نقش داشته، شما بگید که الان ساواک چه نقشی داشته. بنده در یک مسئله چون شرح وقایع اینا رو بعداً مرقوم می‌فرمایید چه بس مورد استفاده ما هم قرار بگیره اگر خواستیم تاریخ این جنایت‌ها رو بنویسیم، ولی الان در دادگاه مورد نظر نیست. به هر حال من فکر می‌کنم که این توضیحاتی که میدم، من فکر می‌کنم هنوز خانواده‌هایی هستن شهید دارن و شهیدای اینها کشته شدن، یعنی اینا کسانی هستن که باید از سینما فرار کرده باشن و چیزهایی دیده باشن که ساواک اینها را گرفته باشه یا مامورین دیگه کشته باشن و مخفیانه خاک کرده باشن. من اینه که در اینجا دارم میگم صرفا به خاطر اینه که بدون اجسادم اگه امکان داره ببینید، برای این نمیگم که فرض کن وقت شما رو بگیرم، ممکنه چند نفری که از سینما فرار کردن من جمله 3 این آقایون باشن، مسائلی رو دیده باشن، خب گرچه حالا زنده نیستن، ولی خانواده اونها که الان منتظره یا فرض کن میدونه جوانشون در سینماست ولی بر نگشته و فکر میکنه در آتش سوخته، میتونه جنازه اینا رو سالم به دست بیاره، ممکنه اینا رو کشته باشن. من در رابطه با این مسئله دارم میگم. خب این یه مسئله است که شما میتونید اطلاعیه بدید، بنویسید و به دادگاه بدید و به بیرون هم بگید که من یه همچیزی تا حال دیدم. بله. ولی آیا این در چه رابطه بوده و چطور شده و شما نظرتون که در این رابطه ساواک، شهربانی، افسرها، هر کس دیگه اون رابطه را بگید شما. بله. بعد از اون روز 3 ما از گورستان اومدیم، این سانحه را دیدیم و روز بعدش هم تظاهراتی را انداختیم. شما روز 3 اون جنازه ها را دیدید؟ روز 2 بود که در گورستان بودیم. خب روز 2 شب بود؟ بله، ساعتی 2:30. شما اونهایی که دیدید آوردن و اونجا دفن کردن چه کسانی بودن؟ چند نفر لباس شخصی داشتن. خب ارشد به حضور شما، لباس چند تا لباس ژاندارمری تنشون بود. گورستان اون مردی که چیز متصدی گورستان اون بود که ما صبح هم رفتیم ازش سوال کردیم، گفت متاسفانه همچین چیزی که شما میگویید نیست. شما بعد از پیروزی انقلاب یا همون اواخر انقلاب، قبل از پیروزی هم که دیگه اینا شل شده بودن، اصلا نیمه شبی روزی به فکر نیفتادی با رفیق چیزی بگی مثلا بریم این قبر رو اونجا که دیدم بکنیم ببینیم که اینجا تا حالا به کسی گفتی که یه چیزی من دیدم؟ به چی گفتی؟ بعد از پیروزی انقلاب وقتی که
بنده پیرمردی که متصدی گورستانه در دادسرا دیدم ایشونو. ایشون که اول این کار میکرد که همچین چیزی صحت نداره، بعد از پیروز انقلاب هم این کار میکرد، بله همچین چیزی صحت نداره و یکی دوتا نیمه سوخته آوردن، چون معمولا جسمی که سوخته باشه به اون صورت جسم سالم نیستش. این جسم که من دیدم سالم بود. چراغی که به دست اونها بود و اونا را می آورد چی بود؟ یه چراغایی بودن به صورت مهتابیوار، تقریبا به صورت مهتابیوار بودن، دست این آقایون بود. این مهتابیوارهای کوچک اینجور دستی گرد هست، گرد ها. گرد بودن من دیدم. تمام اعضای بدنه، بله اون جسدی که می آوردن آیا مخ بود؟ نه خیر، اینه پیچیده بودن در یک کهنه، حتی بگم کفن هم نمیتونم بگم، کهنه سفید بود ولی اینطوری پیچیده بودن و دو سر اون رو بسته بودن. از کجا فهمیدید که تمام بدن سالم بود؟ بله الان خدمتتون عرض می‌کنم. اولندش که اگر میخواستن اینا رو بشورن نشستن اینا رو، شاید در جایی که شستن آوردن رو دست می‌کنن. اینم باز یک مسئله ای که ما نمیتونیم انکار ممکن این باشه، چون ما در گورستان مراقب بودیم وقتی که ما اونجا شما شد. از کجا فهمیدید که تمام اعضای اون سالمه؟ شاید یه پا نداشت. یه پا نداشت خب شاید یه دست نداشت. الان من خدمت رو ازم، معمولا جسمی که یه پا نداشته باشه یه دست نداشته باشه، چون اونجا تو روشنایی خیلی ما خوب میدیدیم این صحنه رو. ببینید این جسم وقتی که سالم باشه تابه دیدید، بله که حتما اون همه اعضا را در یک آن نشان نمیده. ببینید چرا را باید اینجوری ببرن از سر تا پا تا نه تومه. حالا من خدمتتون عرض می‌کنم وقتی که اینا اومدن اینا رو خاک بکنن، قبرم یه مقداری حتی کم کنده شده بود، یه مقداری شروع کردن و نوره را اینطوری گرفتن، یکی این سر قبر گرفت یکی این سر قبر. من جمله این آقایونی که تو چهره اینا متاسفانه نور نیفتاد، ولی متصدی گورستان رو بنده دقیقاً دیدم. چون اصلا چهره اونا را ندیدی؟ ندیدم. اصلا چون نور پایین نرفتی؟ چطور من نزدیک برم؟ شما چطور اون شب اصلا رفته بودی اونجا؟ گورستان؟ شما اصلا بفرمایید چطور مبارزه میکردی؟ واسه چی میکردی؟ نه میدونم برای چی، خب در گورستان که مبارزه نشد، برای چی رفته بودی گورستان؟ ما اونجا شب که رفتیم بمونیم که شهر نیاییم بگیرنمون. ما اگر میومدیم شهر میگرفتنمون دیگه کسی پیدا نمیشد. شما شبها در گورستان بودی؟ شبها میخوابیدیم، روزا شعار میدادیم، روزا مردم رو بسیج میکردیم. شبا در گورستان میخوابیدی؟ بله شبا پشت گورستان یک ماشین اسفالت سازی هست، در اون ماشین اسفالت سازی ما مخفی میشدیم. بعد از اون حالا برای رابطه با جسمی که سالم یا ناسالم، اولا جسمی که ناسالم باشه معمولا مشخص، چون جسم سالم این دست خب دست دیگه این زیاد مهم نیست. بالاخره شما ما را دیدید و بعد از انقلاب شما به کی گفتید؟ بعد از پیروزی بعد از انقلاب بنده به زرگر گفتم، اعلامیه‌ای که جلوی شما هست این اعلامیه است، اینو به زرگر دادیم که تمام ماوقایای این حادثه رو در اونجا بنده ذکر کردم. به زرگر که دادستان بودن، دادستان وقت بودن، بنده پیششون مراجعه کردم و به ایشون گزارش دادم اینا. در ضمن تهران به آقای طالاقانی در اداره نخست وزیری ایشان اومدن برن، من و رفقام که تو ایشونو میشناختن اول خواستیم با ایشان صحبت کنیم و گفت چی میگی پسرم؟ من گفتم جریان من میدونم، خدمت شما بگم. آقای میشه ببینید به این سوال دادگاه پاسخ بدید که شما از مجموع مشاهداتتون در رابطه با شناختن عاملین این فاجعه چی استنباط کردید و به چه دلیل؟ این فکر میکنم که بشه خلاصه این سوال رو پاسخ. بله اشهد به حضور شما، وقتی که ما اون شب رو هم صحنه دیدیم، فردا هم مجددا باز بود و ما با راهپیمایان به طرف شهر اومدیم. میبخشید این سوال رو قبلا پاسخ بدید که شما الان خودتون میدونید که بردادگاه روشن شد که از اون جریان اول که شما در آتش سوزی بودید کمک کردید، بعد به گورستان رفتید و در خلاصه در متن وقایع بودید و علیه رژیم شعار میدادید، افراد رو بسیج میکردید، اینا تمام روشن شد. شما از مجموع آنچه که در رابطه با این فاجعه دیدید در
شناختن و تشخیص عاملین فاجعه به چه نتیجه ای رسیدید؟ اون نتیجه رو برای دادگاه بگید و بعدش هم بگید به این دلایل. متاسفانه یکی از این آقایون رو بنده در سه روز اونجا بودم، همین آقایی رو که میگم در سه روز بنده اونجا دیدم و همین آقای قد بلندی که توی کافه ما همین نشسته بودم. کیه اون؟ همین نکرده چرا شما اجازه بعد بگید. خب ما بیاییم جلو بگید. بله همون رو زود بگید که بله. کیه شما نماز. توجه دارید که قریب یک ساعت و 20 دقیقه از وقت دادرسی الان میگذره و به هر حال این خواهش از شما داریم که خیلی از این مطالب رو میشه حذف کرد. بله که شما کجا میخوابیدید؟ ما اهم از این که شما در داخل یه ماشین بخوابید یا پشت قبرستان یا داخل قبرستان، اینها برای دادگاه مطرح نیست. من منظور اینجا از این صحبتایی که میکنم سوء تفاهم نشه، من نمیخوام خود بزرگی بکنم اینجا، نمیخوام بگم اون چه که بنده انجام دادم، یک بچه کوچولو از من خیلی کوچولوتر این کارا رو انجام داد که ما خیلی شرمنده هستیم ما بزرگا در مقابل اون بچه. از اینکه من میخوام جریانا رو دارم توضیح میدم که این مسائل موشکافی شده باشه. آقای بیشتاب، بله. عاملین این فاجعه یا کسانی که به عنوان معاونت، شرکت، مباشرت نقشی داشتن چه کسانی هستند؟ آنچه که شما از مشاهدات به عنوان شاهد استنباط کردید اینو برای دادگاه بگید. فردای اون روز ما دیگه از گورستان اومدیم به منزل، به منزل نیومدم، اومدم شهر. تو شهر شایع شده بود که میخوان تو رو بگیرن. بنده رفتم پیش مجسمه و تلفن کردم به ساواک، به خراسانی، گفتم من اینجا ایستادم و از این قضیه مطلع هستم و بیایید من فلان جا ایستادم، منو دستگیرم کنید. و این قضیه رو... قضیه فاجعه، قضیه فاجعه. اون اطلاعتون رو الان به ما بدید اینجا. بله الان دارم میدم دیگه. بل. تلفن کردم آخه ببینید اینا هم مهره هایی هستن، ممکنه توسط همین مهره ها شما بدین اطلاعاتی به دست بیارید، چون من قبلا به اینا گفتم ممکنه شما همین آقا رو احضارش کنید اینجا یه سری مطالب روشن بشه. شما اگه اسامی به نظرتون میرسه که اینا مظنون هستن می‌نویسید و به جناب دادستان میدید. بله. و لازم هم نیست که در به عنوان شاهد اسامی افراد زیادی برده بشه. بله اسامی ما نمیبریم، به هر حال اینا شناخته شدن. ببینید شهادت بدید، شرح وقایع واقعا به جای خودش خیلی خوبه، ولی دادگاه اگر بخواد به این طریق جلو بره ما شاید ظرف 6 ماه هم نتونیم به این محاکمه برسیم، در حالی که میدونید امثال، البته این در از فجایعی بوده که در تراز اول قرار داره، ولی این وقایع، این پرونده ها به هر حال هست که باید رسیدگی بشه. شما سعی کنید شهادت بدید. از آقای بیشتابم عوض میخوام که فرمایشون ناتمام قطع میکنم، چون اقامه دلایل به دادگاه با تقاضای دادسرا هست و به تقاضای اولیه بنده هست که ایشون آمدن و دارن شهادت میدن، چون عملا هیچ جوابی که هیچ گوشه از قضیه روشن بکنه من ندیدم که ایشون ادا بکنن. من تقاضا میکنم فقط یک سوال از ایشون بشه و بعد ببینیم که اگر لازم بود ادامه صحبت بدن. تقاضای من این هست، ایشون در شهادت اولیه‌شون فرمودن که در تمام طول این مدت 2-3 نفر رو دیدن که همیشه دنبال این مطلب بودند و در گوش و کنار به نظر ایشون رسیده این 3 نفر یا 2 نفر، و در انتهای شهادتشون فرمودن که این 2 نفر میان و پیراهن مشکی برای ایشون میارن و عینک دودی و میگن که بیا و سوار این ماشین شو و میخواستن بیرونش ببرن. تقاضا میکنم آقای بیشتاب خیلی خلاصه در چند کلمه بفرمایید که این قضیه چی بوده است، بعد گمان نمیکنم دیگه مطلبی برای شهادت باقی باشه. جناب آقای دادستانی مقداری طولانی است. فقط راجع به این مطلب بگید هم چی بوده است یا نبوده. شما میگید 2 نفر خواستن منو ببرن، بوده هم چیزی؟ بله. این بعد از دوباره که ما برگشتیم یک شب که اونجا بودیم که فهمیدیم چند نفری مواظب ما هستن، ما دیگه به پناهگاه خودمون نرفتیم. بله بله. ایستادم من اونجا، این آقایون آمدن یه آینک آوردن، یک پیراهن آوردن، منو سوار ماشین کردن، مبالغ پول دادن. چقدر دادن؟ 500 تومان. چی گفتن به شما؟ به بنده گفتن اول پول داری؟ گفتم نه. گفتن که میخوای از این آبادان بری بیرون؟ گفتم که نه. گفتن تو اگر بمونی از بین میری، ما برادروار نصیحتت میکنیم از آبادان برو و خودت نجات بده، حیف شما از بین بری، شما یک فرد فعالی هستی. یه سری از این به قول گفتنی از این نصیحت کردن. ماشینشون چی بود؟ یه ماشین بلیزر. تشخیص شما چی هست؟ فکر میکنی اینا کیه؟ ارشد به حضور شما بعد که بنده با اینا یه مقدار فقط آقای بیشتاب خواهش میکنم جواب سوال رو بدید.
تشخیص شما چی بود؟ به نظر شما اینها کی بودن، این دو نفر، سه نفر که اینقدر دلسوز شما شده بودن؟ این دو نفر من فکر میکنم که مأمور بودن و نیتشون از بردن من چه بود اینو من نتونستم بفهمم، ولی وقتی این آقایون فهمیدن ماشین دیگه تعقیبشون داره میکنه و با چاقوی رنجری که من تو پام بسته بودم مواجه شدن، نگران داشتن ماشینو و گفتن ما فقط میخوایم نصیحتت بکنیم و یه جایی هم البته یه مقداری ما موندیم از شب رو، گویا که رفقای ما اونجا مواظب بودن، مواظب من بودن. شما رو سوار ماشین کردن؟ بله. چطور شد پس برگشتین؟ چطور پیاده شدین؟ هر شب به حضور شما وقتی که بنده سوار ماشین شدم با اینا از طرف گورستان حرکت کردم. آینک رو چشم ما زدن، پیرنو هم ما پوشیدیم، پیرنو خودم هم در آوردم اونجا انداختم و به طرف جاده خرمشهر ما حرکت کردیم. در اونجا هم یک مقداری ما رو نگه داشتن، پذیرایی خوبی هم کردن. البته ناگفته نمونه. داخل ماشین؟ پذیرایی بله، داخل ماشین هم مقدار وسایلاتیشون داشتن، از قبیل غذا بود، نوشیدنی بود، اینا پذیرایی کردن و 500 تومن پول که اون 500 تومن رو ما خرج همین اعلامیه ها کردیم که اینجاست، 500 تومن پولم به زور در جیب بنده گذاشتن. پس برداشت شما این بود که این دو نفر احیانا مأمور رژیم هستن و میخوان با بردن شما از صحنه شما رو که فعال بودی احیانا ساکت کنن و دور کنن؟ لالا یا دیگه نمیدونم چه بلایی میخواستن سر من بیارن، بلاش دیگه من نمیدونم، فقط یه نمیدونم که تا الان زندم. چطور شد در رفتین از دستشون؟ خلاص شدین از دستشون؟ خیلی خلاصه. وقتی که ایشون گفتن ما شما رو میخوایم ببریم، بنده گفتم من نمیخوام بیام و ساواکم میدونه که من این کارا رو کردم، شهربانی هم میدونه و من از آبادان نمیخوام فرار کنم، من اگر فرار بکنم مردم فکر میکنن یه خبری هست در این رابطه. خیلی متشکرم. بنده تقاضا میکنم چند سوال دیگه. سوال هست شما آیه بیشتاب، اونها را که نمیشناختید؟ خیر. اصلا نمیشناختید؟ خیر. حالا چی میشناسی؟ ببینم. بله. اگه ببینم. بله. از اون تاریخ به بعد در آبادان اونها را دیدی؟ خیر. در خرمشهر دیدی؟ در اهواز. بله. در اهواز دیدی؟ بله. چی دیدی؟ توی اعلامیه ما ذکر کردیم. چی دیدی؟ قبل از انقلاب یکی از این بچه ها من نشونش دادم، گفتم این کسیه که به ما اومده اطلاع داره. ما در اهواز حتی رد این شخص رو تا کوی خانم یوسفی گویا پیدا کرد. اون همونطور که جواب میدادی اون دیدی چی دیده فقط؟ بعد از انقلاب چی دیده اون دوتا؟ بعد از انقلاب بنده ندیدم. اصلا ندیدم. اصلا دیگه ندیدم. خب در اون نیم ساعتی که تقریبا نیم ساعت شد با اونا بودی؟ بیشتر شد. بیشتر شد. با اونا بودی؟ اصلا نشناختی اینا؟ سابقا ندیده بودی جایی؟ متاسفانه خیر. و یه دفعه دیگه هم همین آقایون ناشناس 750 تومن پول در یه پاکت گذاشته بودن و یه مقدار قدردانی کرده بودن در دله زباله منزل ما انداخته بودن. خب اون کی چون انداخته؟ اینم یه همچین مطالب. من فکر کار همین آقایون. من به شما عرض کنم. بله. الان شب در تاریکی یا در رژیم قبلی فرق نمیکنه. اگر یه وقتی به عنوان در رژیم قبلی به عنوان مامورین ساواک، به عنوان مامورین شهربانی می اومدن، خب در خانه همه را می زدن. خیلی وقتا ما را آوردن ساعت یک از خانه بیرون بردن. بله. به عنوان ساواک و شهربانی اونا که ترس نداشتن، وقتی می اومدن خونه از ما خونه از خونه بیرون می بردن ما را، شما را، کسدیگر را، خب حرفی نمیتونستی بزنی. ولی یک آدم ناشناس، نه به عنوان مأمور نه به عنوان شهربانی، وقتی آمدن شما را ببرن سوار ماشین کنن، شما میگید که دوستان من مرا میپاییدن از دور. بله. چرا سوار شدی تو اون ماشین؟ چرا دادگال نزدی؟ چرا اصلا هیچی نگفتی؟ اونا با شما ارتباطی نداشتن؟ خدمتون نزدی. این آقایون اون روز که عصرش اومدن دنبال من، اونی که من میگم جواب بدید. قصه نگید. قصه نیست. همون که من میگم چرا را جواب بده. والا اول من یه چیزی به شما اینجا بگم که الان در خلال این گفته هامون شما نمیدونم به چه صورت ببینید هر چی که من خواستم بگم ارتباط به قضیه پیدا کنه قیچی شده، رفته یه شاخه دیگه پدیده. نه، اونی که از شما آقایان توجه کنید، اونی که از شما سوال میشه جواب. بسیار.
شما جریانی نقل کردید، ما لازمه برامون این جریان روشن بشه. شما میگید دو نفر شبانه آمدن به من گفتن آقای بیشتاب بفرمایید تو ماشین، منم سوار ماشین شدم، نه سابقه آشنایی با اونا داشتم، نه بعدا قبلا اونا را میشناختم، نه دوست بودم، و خودت هم میگید که احتمال اصلا اون وقتا من میدیدم که اینا منو بیپان، و خودت هم میگی که رفقای من هم بودن که از دور میپاییدن من رو. چرا تا اونها گفتن بفرما یه وقت بگن که آقا ما ماموریم مسئله برست بفرما، اگر نفرمایی خب میکشن، اذیت میکنن، میبرن، خب اون حرفی نیست، میبرن. یه وقت هم نه هیچی نگفتن به عنوان دوستی آقای بیشتاب بفرمید تو ماشین، شما هم فرمودید تو ماشین. اینا وقتی که اومدن به منده گفتن شما صلاح نیست در اینجا باشید. میدونم، آخ به چه عنوان؟ به عنوان یک مأمور سواک گفتن. نه خیر، به عنوان یک فرد شخصی و دلسوز. میخواست بگی به شما چه؟ چرا بگم؟ چرا سواک؟ شما که نمیشنم این مسئله که شما دارید میگید در اون موقعیت زمانی شما قرار نگرفتید. نه ببینید شما اصلا اونا را نمیشناختید. بنده هیچ که در گورستان نمیشناختم، ولی با 13000 نفر یا با 2 نفر مدفع راه افتادم. چطور سوار شدی به ماشین اونا آخه؟ چطور پول اونا را قبول کردی؟ پول اونا را بنده قبول نکردم، پول را گذاشتن در جیب بنده و میخواستن منو ببرن که بنده مقاومت کردم. نه اینکه بگم پول اونا را بنده گفتم پول رو من. رفتار اونا با شما دوستانه بود یا بله. دفتر خشنانه و آمرانه بود؟ نه خیلی دوستانه، همچین به صورت دلسوزانه که همین به صورت دلسوزانه میخواستم بگن شما میگفتید من فعلا صلاح هم نیست سوار بشم. آخه احتیاط هم میکرد، خودت میگی من احتیاط میکردم، نمیدونستم اونا چی هم من احتمالا سواکی بودن. چطور شد مثلا این کار کردی؟ هرچند هم میخواستن مرا از صحنه بیرون کنن. حالا من خدمتون از خیلی خب دیگه ما بیش از این سوال نداریم. جام میکنم قضیه هم در همینجا، به طور که آقای دادستان هم که جلوتر نامه شما را خواندن میگن که خط بشه. بله شما مطالبتون مفصل هم در کیفرخواست اشاره شده هم در پرونده است. اگر احساس میکنید مطلب جدیدی هم دارید مرغوم میفرمایید که با زمینه پرونده میشه. مطلب جریان داره اینه که بعد از چند روز وقتی بنده دلستم نه عرض کردم مرغوم میفرمایید که بعد زمینه پرونده خواهد شد. ببینید این مسائل بنده کردم بیان کنید، عرض کردم اگر چیزی مونده زمینه پرونده میشه. بعد از چند روز که بنده رو باز مجددا گرفتن بردن یه بار دیگه زور ساعت 1:30 از تو منزل گرفتن آوردن، باز ما همین استشهاد رو دادیم، گفتیم این جریان دیدیم، ما رو بردن در ساواک دوباره. ساواک وقتی من گفتم دو نفر دیدم، این آقای خراسانی گفت شما اشتباه میکنی و منم مسخره کرد. بسیار. گفت شما همچین کسی نبوده و شما تخیلی داری صحبت میکنی. خیلی متشکرم، بفرمایید. روشن شد مسئله. خیلی ممنون.